نزدیک به یک سال از به قدرت رسیدن دوباره سنی های تندروی طالبان در افغانستان زمان می گذارد. در طول این مدت طالبان تلاش کرده که نشان دهد در حکومتداری موفق عمل کرده اما به ازان بیشتر حکومت ها،, ها، نهادهای بین و بسیاری از مردم افغانستان طالبان نه تنها در اداره کشور خوب عمل نکرده بلکه وضعیت زندگی مردم در این کشور روز به روز وخیم شده است نشریه ایتالیایی ایل مانیفستو گزارشی درباره افغانستان در یک سالگی تسلط طالبان منتشر کرد و به شرح توصیفی از اوضاع کشوری پرداخت که تا همین یازده تا دوازده ماه پیش کشوری نرمال با شرایطی طبیعی داشته اما بر اثر حملات ناگهانی سنی های تندرو طالبان فروپاشید در بخشی از این گزارش آمده پرچمهای سفید امارت اسلامی این روزها حتی پیش از یک سال شدن تسلط طالبان فرسوده شده و در حال پاره شدن هستند. طالبان اینجا در حرات در دوازده ماه اوت 2021 پس از چندین روز درگیری سخت وارد شهر شد. با اینکه شعارهای الله اکبر که از پشت بام خانه ها به گوش می رسید چند هفته پیش از این تاریخ این تصور را به وجود آورده بود که شهر تسخیر شده اما به هر حال در حرات تسخیر شهر تا مرداد ماه به طول انجامید و چند روز بعد از آن هم طالبان در کابل به ارگ ریاست جمهوری رسیدند و همه چیز به پایان رسید. شیر احمد امار مهاجر مسئول همسایگان غربی افغانستان در وزارت خارجه این کشور به ایل مانیفستو گفته ما مجبور بودیم برای حفاظت از مردم کارهای زیادی انجام دهیم و هر حال هیچ نهادی باقی نمانده بود و همه چیز فرو ریخته بود الان دیگر طالبان همه افغانستان را در دست دارد از تجارت فرامرزی گرفته تا فعالیت گمرکی ریاست گمرک را طالبی با قامتی بلند و نگاهی مشکوک بر عهده دارد او زیاد صحبت نمی کند نامش سعید است از ولایت قندهار سکوتی طولانی به دنبال ادعای این مقام طالب پیش می آید. او گفت قبلا 80 درصد مالیات ها به فساد ختم می اما اکنون 100 درصد به خزانه امارت اسلامی می روید. بیرون در پارکینگ بزرگی که سطح کامیون و تریلی های بزرگ بار را در خود جای داده برخی از مراجعین و رانندگان میگویند دیگر رشوه ای در کار نیست اما اقتصاد در بمب است و رکود گرفتار شده است و پولی در میان نیست چون مردم پنجاه درصد کمتر از قبل کار میکنند این نشریه ایتالیایی در بخش دیگری از این گزارش به نقل از برخی شهروندان افغانستان نوشت مردم اگر طالبان را کنار خود ببینند صادقان صحبت نخواهند کرد آنها در بیان آزادانه نظرات خود احساس آرامش و آزادی نخواهند کرد علی اکبری اخبار شیعه